سلام عرض میکنم خدمت دوستای گلم همه برانمیس های عزیز که تا اینجا ما رو همراهی کردن و همه دوره های ما رو مشاهده کردن دوره که قراره با هم دیگه شروع کنیم دوره PHP است PHP هست پی ایچ یکی از زبان برای هر برانمیسی خیلی لازمه که زبان PHP رو یاد بگیره و ما هم قصد داریم با هم دیگه این زبان رو به صورت مقدماتی فعلا شروع کنیم انشالله بعدا بعداً پیشرفته هم کار می‌کنیم تمام دوره‌های مقدماتی که ما توی وبسایت داریم به این شکله که شما فعلا دستورات اولیه رو یاد میگیرید بعدا انشالله قراره که ما تمرین های مربوط به هر زبان هم ضبط کنیم و برای شما بذاریم تا مشاهده کنید به این مفهوم که مثلا اگر شما زبان HTML رو یاد میگیرید دستوراتش رو بعدش باید یه سری تمرین ها براتون ضبط کنیم که شما تمرین کنید بدونید که چطور از این زبان های استفاده کنید توی طراحی وبسایت یه راست بیم سر اصل مطلب اگه بخواید راجع به پی و تاریخچش صحبت کنیم دیگه توی این ویدیو خیلی طولانی میشه شما یه سرچ تو گوگل بزن ببین که تاریخچش چی بوده کی درستش کرده تا کجا رسیده و چنده این خیلی مهم نیست مهم اینه که شما بتونید با پی اچ پی کنید و اینکه قبل از اینکه دوره رو شروع کنید پیش نیازای این دوره اینه که شما باید HTML و CSS رو یاد گرفته باشید هم به صورت مقدماتی کافیه اینکه حالا مثلا ما استفاده میکنیم بدونید حالا تگ ها چیه یا مثلا سی اس چیه اینا رو باید به بلد باشید اگه بلد نیستید میتونید به همون وبسایت نت مراجعه کنید و دوره HTML CSS رو مشاهده کنید و بعد بیایید دوره PHP اگر زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت بلد باشید خیلی کمکتون میکنه که زبان PHP رو بهتر یاد بگیرید نه اینکه به هم مرتبط باشن اصول برنامه‌نویسی رو بلد باشید کمکتون میکنه برعکسش هم صادقه یعنی اگر شما پی اس بلد باشید بخواید جاوا اسکریپت رو یاد بگیرید این خیلی بهتون کمک میکنه وگرنه پیش نیازش محسوب نمیشه خب بریم به معرفی زبان PHP پس اگر دوستان HTML و سی بلد نیستن این دوره رو مشاهده نکنن چون احتمالا گیج میشن و خیلی هم سرخورده میشن زبان برنامه‌نویسی پی زبان بک اند یا سرور سایده یعنی چی یعنی اینکه شما یه سری کودها رو مینویسید و این کودها روی سرور فقط اجرا میشن توی باروزر اجرا نمیشن به اینا میگن سرور سایت مثل PHP. اچ یعنی شما پی اچ رو مینویسید کوداتون رو میذارید روی سرور سرور اجرا میکنه و یه سری کد اشتیمیل براتون تولید میکنه باروزر فقط میتونه کد های HTML CSS جاوا رو نمایش بده. این قابلیت رو نداره که زبان برنامه‌نویسی PHP رو نمایش بده. به خاطر همین ما PHP ها رو می‌نویسیم می‌ذاریم روی سرور. سرور برای ما اینا رو ترجمه میکنه و به تحویل باروزر میده. باروزر هم اینا رو برای ما نمایش میده. به همین سادگی چیز خاصی نیست. حالا PHP چیکار میکنه برای ما؟ PHP به ما کمک میکنه که یه وبسایت خیلی داینامیک داینامیک یعنی چی یعنی اینکه شما بتونی یه سری ارتباطات با وبسایتت برقرار کنی تا حالا ما هرچی می نوشتیم این شکلی بود که حالا یه دکمه زدی نهایتش یه هاور می‌شد کار خاصی انجام نمیدادیم با HTML CSS و جاوا ولی از اینجا به بعد PHP ما کمک میکنه یه وبسایت خیلی هرفهی تر بسازیم برای مثال ما حالا که وبسایتی که ساختیم یا صفحه که ساختیم کاربر بره توش ثبت نام کنه یا به روش کامنت بذاره به کمک PHP میایم و این قضایی ها رو ساپورت میکنیم برای اینکه ما بتونیم برای مثال بیایم و یه سری اطلاعات از کاربر بگیریم و برای مثال یه صفحه کاربری براش بسازیم حتما باید یه سری اطلاعات رو ذخیره کنیم PHP خودش قادر به ذخیره اطلاعات به این مفهوم نیست باید از دیتابیس کمک بگیریم و ما توی این دوره میایم از دیتابیس ها کمک میگیریم برای ذخیره اطلاعات مثلا یه کاربر میاد توی وبسایت ثبت نام میکنه اسم فامیل ها را سنش یا شمار موبایلش رو بخوایم ذخیره کنیم اینا رو با استفاده از دیتابیس ذخیره میکنیم خیلی از ویب سایت هایی هم که الان دارید میبینید مثل گوگل مثل یاهو مثل فیسبوک اینا با پی اچ پی نوشته شدن برای ذخیره اطلاعات کاربرها هم اومدم از دیتابیس استفاده کردم دیتابیس یعنی اینکه یه محل ذخیره مثل سی دی که شما میذارید توی کامپیوتر و خیلی اطلاعات روش هست دیتابیس کمک میکنه که اطلاعاتی که توسط پی اچ پی از کاربر گرفته میشه توی خودش ذخیره کنه که شما هر وقت خواستید فراخوانی کنید یا تغییر بدید یا یه سری اطلاعات جدید بهش اضافه کنید پس برای اینکه ما بیایم و یه سری اطلاعات رو از کاربر بگیریم و داخل سرور ذخیره کنیم داخل منظور رو. دیتابیس ها باید از زبان برنامه‌نویسی PHP استفاده کنیم PHP اچ بی رابط بین کاربر و دیتابیس میتونه باشه یعنی به نحوی اگر بخوایم کد های رو به دیتابیس ها متصل کنیم باید از زبان های سرور ساید استفاده کنیم مثل پی اچ زبان های زیادی هستن مثل PHP که میان و روی سرور اجرا میشن ولی معروفترین و رون ترین از هر لحاظی پی و اینکه برای تازه کارها گفتم ممکنه از سخت باشه چون مثلا شما کدای HTML رو می نوشتید یه ذره ملموستر بود این کدای یه ذره اولاش سخته فقط اولاش سخت اصلا نگران نباشید یه ذره برین جلوتر مثل کدای CSS یادتون هست محسوستر میشه و خیلی شیرین شما انشالله پیش PHP رو یاد میگیرید عجله نکنید اگر اولاش یه ذره براتون سخت بود گفتم اگر یعنی اینکه خیلی سختم نیست تا اینجا شما HTML و CSS رو که می نوشتید اگه یادتون باشید یه سری کد جایگذاریه حالا مثلا یه تگ می به اسم H1 بعد می‌رفتید نگاه می ببینید H1 چه شکل شده ولی این PHP زبان برنامه نویسیه یعنی اینکه شما باید از یه سری قواعد استفاده کنید سری قاعده ها یاد میگیرید HTML زبان محدودیه یعنی که شما یه تگ می بعد می بینید رو می بینید. چیز خاصی نیست چیز فلکسیبل نیست ولی PHP چون زبان برنامه نویسیه قاعده های مختلف هست اگه بخوایم مثال بزنیم ما 10 تا عدد یک رقمی داریم و چهار تا علامت داریم ولی ببینید چقدر عملیات میشه با همین 10 تا عدد یک رقمی و چهار تا علامت انجام داد پی اچ پی هم همینطوره یه سری قواعد شما یاد میگیرید که بی‌نهایت میتونید برنامه باش بنویسید خوبی پی اچ پی به نسبت بقیه زبانهای برنامه‌نویسی این, این شکلیه که وقتی شما یک فایل پی اچ پی رو حالا یه چیزی به اسم مثلا دات پی ذخیره کردید مثل دات اچ تی ام مثل ایندکس که ذخیره می‌کردید شما بیاید ایندکس دات ذخیره کنید این به شما کمک می‌کنه که بتونید از بقیه زبانها داخل فایل php تون استفاده کنید یعنی چی یعنی اینکه شما وقتی دات php اچ پی html هم توش بنویسید می‌تونید جی کوئری هم توش بنویسید می‌تونید جاوا اسکریپت هم توش بنویسید این شکلی کمکتون می‌کنه که یک فایل داشته باشید با چندین زبان برنامه نویسی بخاطر همین که برنامه نویسها وقتی شروع میکنن به آموزش معمولا یه فایل پی اچ چون برای راحتی کار و اضافه کردن بقیه زبانها داخل همون فایل PHP. اچ هم اول اسمش پرسونال هوم پیج بوده که بعدا تبدیل شده به PHP اچ هایپر پری پروسسر که معنیش میشه پیش پردازنده ابرمت میدونید که کلمات انگلیسی هم نمیشه ترجمه کرد بعضیاشون رو که بعد مفهومش رو بفهمید خیلی درگیر این مسائل نباشید مهم کود نویسی شماست که انشالله شاء جلسه بعد ما برای اینکه PHP رو اجرا کنیم گفتم که احتیاج به سرور داریم که بتونیم روش کد های پی رو اجرا کنیم و نتیجه رو ببینیم خیلی از کلمه سرور نترسید اونم یه اصطلاح خیلی ساده است مثل هارد کامپیوتر شما چیز خاصی نیست اونم مکان با این تفاوت که روی اینترنت این بستر فراهم شده یه نرمافزار کمکی احتیاج داریم که ما دیگه سرور واقعی رو به کار نبریم بیایم یه سرور مجازی داخل ویندوز پیاده کنیم به اسم زمپ ومپ هم هست فرق نمیکنه از هر کدوم دوستایی میتونید استفاده کنید من توی این دوره از زمپ استفاده میکنم که یه سرور مجازی روی هارد کامپیوتر شماست که به شما کمک میکنه شما همینجا کد رو بنویسید تست کنید بعد از اینکه موفقیت آموزی بود ببرید روی سرور و اجرا کنید یعنی وبسایتتون رو داخل کامپیوتر خونتون بعد از اینکه کامل شد و تست کردید در نهایت انتقال بدید به سرور وبسایتتون خب دیگه کافیه برای معرفی PHP من اگر تا فردا صبحم حرف بزنم شما PHP یاد نمیگید باید مستقیم بریم اول سرور مجازیمون رو دانلود کنیم نصب کنیم و بعد اولین کدمون رو بنویسیم این کلمه سرور و مجازی اینا اصلا نترسید ای چیز خیلی ساده الان یعنی نصب می‌کنیم و ببینید چقدر ساده است